درود بیکران به علاقمندان ورزش، علاقمندان برنامه سود. بسیار خوشحالم که خدمتتون هستم این یک شب شب و میتونم دقایقی با شما بزرگواران درباره اتفاقات و حواشی ورزش ایران، به خصوص اتفاقاتی که در باشگاه پرسپولیس افتاده، با هم دیگه گپ و گفت خواهیم داشت. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش، دوستداران برنامه سود هست چنل سود در یوتیوب، به اتفاق همکارانم به خصوص دوست خوبم شروین در خدمتتون هستیم و افتخاری برای من و دوستانم است که میتونیم توی برنامه سود دقایقی با شما بزرگواران باشیم. همونطوری که تو مقدمه هم عرض کردم، درباره اتفاقات و حواشی پررنگ باشگاه پرسپولیس صحبت خواهم کرد. حتی مستحضر هستید که یحیی گل محمدی در طول 4 سال که در پرسپولیس بود اتفاقات زیادی براش افتاد، اما در نهایت جام‌های زیادی رو کسب کرد. 3 تا جام قهرمانی لیگ برتر با پرسپولیس بالای سر برد، به فینال آسیا رفت، جام حذفی رو کسب کرد، 3 گانه رو برد و هر افتخاری که میتونست برای باشگاه پرسپولیس کسب بکنه کسب کرد. اما توی 2 سال آخر هدایت پرسپولیس با گل محمدی، به خصوص سال آخر با حضور رضا درویش، بیش از 4-5 استعفا داد که در نهایت استعفای آخرش بعد از تساوی مقابل مثل رفسنجان و اون اتفاقاتی که برای یحیی گل محمدی اتفاق افتاد و رقم خورد، در نهایت سرمربی سرخپوشان استعفای نهایی شد داد و اعلام کرد دیگه حاضر نیست به پرسپولیس برگرده و رفت. اولش آقای درویش مثل دفعات قبل میگفتش که یحیی گل محمدی شرایط حال مساعدی نداره، برمیگرده، اما در موقعی که دیدن که این مربی بسیار مصر و اصرار داره این که بره از پرسپولیس، در نهایت دیدن نمیتونن حریفش بشن، استعفاشو قبول کردن و پرونده حضور یحیی گل محمدی در پرسپولیس بسته شد و آقای گل محمدی از پرسپولیس رفت. یه خسته نباشید جانانه من عرض بکنم به یحیی گل محمدی، فارغ از هر اتفاقاتی که افتاده، اما برای واقعا برای پرسپولیس زحمت کشید. بالاخره هر کسی نقاط ضعف و قوت داره و آقای گل محمدی هم از این قضیه مستثنا نیست، اما با اتفاقاتی که تو این چند ساله در ایران افتاده، در حجم کلانشون، قیام زن، زندگی آزادی، کشتار مردم و اتفاقاتی که خود شما بزرگواران بهتر از من در جریان هستید، واقعا توی ایران کمتر کسی بتونه به فکر فقط فوتبال بازی کردن و ورزش باشه و ایران آبستن حوادث زیادی بوده و خدمتتون عرض بکنم، میگم یحیی گل محمدی با این اتفاقاتی که افتاد با این کارهای بزرگی در پرسپولیس کرد، به خصوص 3 گانه‌ای که آخریش بود همین فصل قبل، توی کمتر از 1 ماه خورده‌ای 2 بار رقیب دیرینش استقلال رو برد، در جام حذفی قهرمان شد، در سوپر جام قهرمان شد، لیگ برتر برد و همه افتخاراتو کسب کرد، تا 1 قدمی رسیدن به قهرمانی دیگه قهرمانان آسیا هم رفت، اما در نهایت اتفاقات فوتبالی و حرفه‌ای بودن رقیب کره‌شون باعث شد که نتونن قهرمان بشن. اما نکته‌ای که بسیار مهمه، پرسپولیس الان مدیری بالا سرشه که من هفته قبلم توی لایوی که با دوستان خوبم به خصوص فریبرز الافر داشتم عرض کردم، واقعا آقای درویش برای اداره یه دکم توانایی نداره، یعنی یه دکه هم داره، یه دکه روزنفجه، یه دکه، حالا یه ببخشید بقالی هم که بهش بدی باز نمیتونه اداره بکنه، چه برسه به باشگاه پرسپولیس که اداره کردنش واقعا میگم از یه وزارت خونم سخت‌تره. با حجم عظیم رسانه ها مواجه هستی، خبرنگاران متعدد، کارهای بسیار اساسی که باید صورت بگیره، اما مدیری بالا سر باشگاه پرسپولیسه که واقعا این کاره نیست. اینو به واقع باید گفت، این کاره نیست. آقای درویش با اسم ها بازی میکنه،
با اسم برانکو بازی میکنه، با اسامی دیگه بازی میکنه، اما در نهایت داریم میبینیم دیگه تو این سالها که در پرسپولیس بوده، شما یک دونه برای من اسم بیارید که ایشون رفته و تونسته با مذاکره، با فن دیپلماسی، با فن صحبت کردن و اون تاکتیک های مدیریتی تونسته باشه ورقو به نفع پرسپولیس برگردونه. بازیکنانی که ایشون گرفته اغلب بازیکن آزاد بودن، نمیخواسته با باشگاه مذاکره بکنه، رضایت‌نامه‌شو بگیره و اونجا معلوم میشه که آقای درویش اصلا فن مذاکره رو بلده یا بلد نیست. و ما این چیزها رو از آقای درویش ندیدیم، یعنی بازیکنانی بودن که خودشون دوست داشتن بیان پرسپولیس و بعضن حالا یورگن لوکادیا بازیکنی بود که پول خیلی خوبی هم از پرسپولیس که اومد و اون اتفاقات عجیب و غریب افتاده در نهایت رفت. و به نظر من نمره مدیریتی آقای درویش نمره مردودی است. ببینید من مطمئنم از بغیر از یحیی گل محمدی اگر هر مربی تو پرسپولیس بود زودتر از اینا سرشاخ میشد با آقای رضا درویش. مدیریه که نشون داده توانایی کار کردن نداره. من واقعا از این دولتی که سر تا پا فاسده و فقط و فقط ساخته شده برای مزدوری و مقابل مردم ایران قرار گرفتن یه سوال دارم. به چه دلیلی آقای رئیسی و اون تیمی که توی ورزش این دولت بودید و هستید امثال آقای درویش باید بیان توی تشکیلات ورزش این مملکت؟ چطور به خودتون اجازه میدید وارد عرصه‌ای بشید که اصلا توانایی این کار کردن رو نداره؟ آقای درویش یه بار توی باشگاه سایپا که نه سابقه به اون صورت داره، نه تماشاگر، یعنی نه هواداری داره، یعنی شما تو سایپا 10 تا 20 تا گل بزنید یا پیکان اینا اصلا خیلی خبررسانی توش درش ایجاد نمیشه یا اصلا داستانی نداره به خاطری که هواداری نداره. تو اون باشگاه هم نتونست آقای درویش کار بکنه، بعد اووردیدش کجا؟ باشگاه پرسپولیس با این همه هوادار. بره نگاه کنید تو این چند ساله، تو این دو سه ساله که آقای درویش تو پرسپولیس بوده چه حجمی از اتفاقات عجیب و غریبی تو پرسپولیس بوده بوده که نیفتاده باشه. اگه میشه یه سرمربی 4 دفعه 5 دفعه در دوره حیات یه مدیر عامل استعفا بده. من مطمئنم اگه یه فردی بود که مثل یحیی گل محمدی آروم نبود، متین نبود و مسائل رو در خودش میریخ و خودش میخواست تحمل بکنه، هر آدمی دیگه به غیر از مثلا آقای جواد نکونام بود یا برانکو ایوانکوویچ بود که الان دنبالش هستن، اسفامیل آقای درویشه، اگه اینها بودن مطمئنن با آقای درویش سرشاخ میشدن و این جام ها و این افتخارات باشگاه پرسپولیس نمیتونست ببره. اما یحیی گل محمدی اینها رو به جون خرید، این مسائل سختی ها رو، و جایی ضربه خورد که کنار مردم قرار گرفت. یعنی یه چیز واضح و کاملیه، مشخصه با مردم باشی هزینه داره دیگه. نمونه هاشو نگاه کنید، علی کریمی، علی دایی، کریم باقری، رسول خادم، بوریا قفوری یا افراد دیگه، خود یحیی گل محمدی. موقعی که خدمتتون عرض بکنم بخوای با مردم باشی و با مردم بودن رو انتخاب بکنی، هزینه باید پرداخت بکنی. انقدر فشار آوردن، اتفاقات عجیب و غریب رقم زدن تا یحیی گل محمدی خودش فرار کنه، جمع کنه بره. یه بار آقای درویش اومد گفته که یحیی گل محمدی حالش خوب نیست، بعد دفعه دوم گفت نه نه اینجوریه. هزار تا عیب و ایراد الکی رو گرفت یا حرفای بی سر و تهی زد که در نهایت دودش به چشم باشگاه پرسپولیس هواداراش رفت و با این مدیر ببخشید ابله و ناکار آمد باعث شد که مربی موفق این تیم بره. و این آدم رو گذاشته بودن که یحیی گل محمدی در نهایت فرار کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که آقا توی قیام زن، زندگی آزادی، توی اتفاقاتی که توی یک سال اخیر در ایران رقم خورده، یحیی گل محمدی بارها نشون داد که از فوتبال براش مهمتر مردم ایرانه و کنار مردم قرار گرفت و در نهایت رفت. تاریخ هم این از تاریخ صفر میشه، زمان همه چیز رو مشخص میکنه که
کی برنده است، کی بازنده است. اما نکته ای که الان مهمه، آقای درویش اومدن و گفتن ما برانکو ایوانکوویچ رو میخوایم. برانکو ایوانکوویچ هم اومد و وایستاد گفتش که آقا شما تا صداقت نداشته باشیم من با شما مذاکره نمی کنم. و اصلا دفعه اول که گفت من جواب منفی باشگاه پرسپولیس داد. بعد اومدن دیدن نه خیلی داستان جدیه، رفتن اون جریمه مالیاتی برانکو ایوانکوویچ رو دادن. من فکر میکنم آقای درویش داره با اصفا بازی میکنه، امیدوارم من اشتباه بکنم، اما چیزی که الان توی صفحه بازی مشخصه و در زمین بازی مشخصه، آقای درویش میخواد کارو به یه جایی ببره که در نهایت اگه نشد بگه آقا من همه کارا رو کردم و دست آخر گزینه خودش رو تو آستین بیاره بیرون، که یکی از همون مربیایی که دم دستیه، چون حتما میدونید که آقای درویش هرچی علی پروین بگه انجام میده و پشت پرده یکی از اسمهایی که واقعا داره برای پرسپولیس نسخه میبیچه علی پروینه. یعنی تو اون تشکیلاتی که الان دارن کار میکنن علی پروین واقعا حرفش خیلی درو داره و رضا درویش میتونم بگم نوچه یه ایشونه. امیدوارم یه اتفاقاتی بیفته که اون چیزهایی که من و امثال من داریم میگیم مثلا اشتباه در بیاد و شرایط بهتری بشه. اما این چیزی که من الان دارم نگاه میکنم، امید این نیست که برانکو ایوانکوویچ به سرمربی پرسپولیس بشه. بسیاری هم دوست دارن که این اتفاق نیفته و پرسپولیس وارد یه بحرانی بشه که بتونه از کنار این بحران برای خودشون کاسبی را بندازن. اما شخص اولی که مقصر به وجود اومد این بحرانه همین آقای درویشه. هیئت مدیره سر تا پا فشل پرسپولیس از اون حسین قدیری بگیری تا حسین شهریاری و آقای دلبری، من نمیدونم اصلا شما بره سابقه شو در بیارید، ایشون کجای فوتبال مملکت بوده که بیاد بره با یه دفعه بیاد بره تو هتل تیم ملی عمان در امارات بره با برانکو ایوانکوویچ مذاکره بکنه. من فکر کنم برانکو ایوانکوویچ خیلی اون رسم مهمون نوازی رو درست به جا آورد، وگرنه خیلی راحت میتونست این آقای دلبری رو بندازه بیرون و اصلا بگه تو برای چی اومدی؟ مگه میشه وارد فضایی بشی که تیم ملی عمان در آستانه جام ملت‌های آسیا شما مثلا بخوای بری اونجا مذاکره؟ هر چیزی شرایط خاص خودش داره. رضا چلنگر بارها صحبت کرده، گفته آقا برانکو ایوانکوویچ تا صداقت رو در دستور کار مدیران پرسپولیس نبینه نمیاد. کسی داره حرفو میزنه که با برانکو ایوانکوویچ سالیان سال زندگی کرده، کار کرده و اخلاق و رفتار کروات‌ها رو میدونه و با همین الان با خود آقای برانکو هر روز در تماسه. حالا اینی که رفتی جریمه مالیاتی برانکو رو دادی، من یه سوال دارم، چرا مگه نمیتونستید بری این پول رو بدید که زبان برانکو رو کوتاه بکنید؟ چرا نکردید؟ الان آقای درویش میگه مدیران قبلی، خب آقای درویش دو سال اندی مدیر پرسپولیسه، چرا نرفته این کارو بکنه؟ آقای درویش اگه میخواستی این کارو بکنی و یه روزی اگه فکر میکردی شاید به برانکو احتیاج داری، چرا قبلا این کارو نکردی که الان مربی بیاد بگه من تو کار شما صداقت نمیبینم؟ چرا باید هزینهشو پرسپولیس هواداراش پرداخت بکنه؟ آقای درویش واقعا میگم اگه شرافت داشتید حداقل آقا میومدید استعفا میدادید. بابا یحیی گل محمدی در نهایت موقعی دید شرایط مهیا نیست، من اصلا میگم اون 4-5 باری که اصلا استفاده شما گفتی همه الکی و کشکه، اما در نهایت رفت کنار، اومد گفت آقا من نمیتونم، به هر دلیلی رفت کنار. این جسارت و این شهامت رو داشته باشید، یه جایی حداقل کاری بکنید امثال آقای درویش که اسمتون حداقل به یادگار بمونه. میگن آقا یه مدیری بودش سگانه رو گرفت، افتخارات کسب کرد، یه جایی آقا دید نمیتونه کار کنه، جمع کرد رفت. به چی چسبیدید آقای درویش؟ به صندلی چسبیدید که واقعا حق شماها نیست. اینو همه میدونن. با اسمها دارید بازی میکنید، با اسم برانکو، با اسم اسکوتیش، با افراد دیگه، بعد فردا یهو یه مربی بی سواد ببخش ایرانی رو ورده بی سرمربی پرسپولیس بود، آخرش هم بگید آقا ما می‌خواستیم این کارو بکنیم، ما رفتیم این کارو بکنیم، برانکو ایوانکوویچ نشه، ما همه تلاشمون، نه همه تلاشمون رو نکرد آقای رضا درویش. همه الان میدونن که برانکو ایوانکوویچ یه بخش اعظم مغزش در اختیار تیم عمان، دنبال این است که هر مربی دوست داره تیمش نتیجه بگیره و چون نتیجه تیمش که نتیجه بگیره
هم ارزش مالیش میره بالا، هم سیویش قوی تر میشه، هم تیم های بهتری میان سراغش. الان برانکو ایوانکوویچ دنبال اینه که با تیم ملی عمان بتونه در جام ملت‌های نتیجه در خور شأن خودش رو بگیره. بعد اونجا اگه نتیجه بگیره، سران فدراسیون فوتبال عمان قطع به یقین دوست ندارن مربی موفقشون از دست بدن، چون دوست دارن با این مربی برن به حداقل برن به صعود کنن به جام جهانی 2026 که سهمیه قاره ها بیشتر شده. شما اینو در نظر نگرفتید آقای درویش؟ برانکو مربی نیست که بیکار باشه که بگید آقا من با پول میرم رازیش میکنم. یه طرف کار تیم ملی عمان باید داره اونجا کار میکنه. بالاخره از قبل باید فکر این مسائل رو میکردید. از باشگاه پرسپولیس باشگاه کمی نیست آقای درویش، شما در جای نشستی که افراد بزرگی همچون علی عبدو روح شاد باشه، اون آدمای کار درست اومدن با سخت ترین شرایط باشگاه پرسپولیس رو درست کرد، باشگاه پرسپولیس رو به جای رسون که اصلا داشت از قاره آسیا فراتر میرن، یا مدیران دیگه مثل امیر آبدینی که اومدن و امضای خودشونو در زمین مدیریت زدن. من متاسفم برای فوتبال ایران، برای واقعا جای تاسف داره که فوتبال ایران زمین بازی مدیران همچون رضا درویش شده. واقعا دارم میگم، من الان ترسم از اینه که فرصت ها رو از دست بدن، بعد بیان یهو بگن آقا برانکو ایوانکوویچ ما رفتیم، خودش نیومد، به یه گزینه برسن که دیگه واقعا هواداران پرسپولیس منفجر بشن. یعنی به من دارم اینو تو زمین الان دارم میبینم، شاید توی صفحه بازی کردم، تو صفحه شطرنجی که آقای درویش داره بازی میکنه، چون این آدم داره نقش پیاده رو داره، نقش وزیر یا شاه رو که نداره. ایشون که چیان داره از جای دیگه دستور میگیره. ایشون مأمور این بود که کریم باقری رو یه جوری دکش بکنه، دلایل بی سر و ته واسه خودش رو بود. چون کریم باقری با مردم بود، حمایت کرد از علی کریمی، علی دایی و بزرگانی که کنار مردم بودن، اومد گفت بعد فلان نباشه، با خنده و با حرفای سرتکی کارهای خودشو برد جلو. در نهایت به کار به جای رسید، گفتن آقا تو باید کاری بکنی که گل محمدی فرار بکنه، استعفا بده، ما اینجوری نمیتونیم بگیم بندازیمش بیرون چون هزینه برامون داره، اما تو اگه بخوای و با این مدیریت بیکفایت میتونی کاری بکنی که خود یعنی گل محمدی فرار کنه و همه بگن آقا استعفا داد. دیگه اصلا کسی دنبال این نره که یعنی گل محمدی رو چی شد که یعنی گل محمدی استعفا داد، به چه دلیل استعفا داد، چی کار کردیم که فرار کرد؟ خودش که نمیخواست استعفا بده که. ما یه کاری کردیم، یه مدیری آوردیم که کارد رو به استخون برسونه و گل محمدی بره. از این برم کسی شک نکنه که آقا سیستم و حکومت خواست که یه همچین مربی نباشه. کار کاملا معلومه دیگه، کار مشخصه و شکی هم در چیز. من امیدوارم که حالا همین برانکویی که میگن حداقل بشه و شرایط به حالت عادی برگرده، چون پرسپولیس اگر مربی کمتری، یعنی مربی الان بد باشه که یا در حد آقای گل محمدی باشه یا بالاتر از یعنی گل محمدی مثل برانکو و مربی بزرگتر که بتونه کار پرسپولیس رو تو زمین در بیاره، و الا اگر مربی بیارن که پایین تر از یحیی گل محمدی باشه، من به شما قول میدم بحرانی پرسپولیس فرا خواهد گرفت که رضا درویش گنده تر رضا درویش هم با خودش فرو خواهد برد و هزینه سنگین اینو کی پرداخت میکنه؟ هواداران بی‌پروا باشگاه پرسپولیس. آی درویش بشین با خودت خلوت کن، ببین چیکار کردی و چند چندی. و من اگه جای تو بودم حداقل شرافت خودم رو لکه‌دار نمی‌کردم، شرافتی که نداری، ولی همین تتمه رو حداقل نگه می‌داشتم و استعفا می‌دادم و می‌رفتم، می‌گفتم حداقل در دوران من سگانه رو گرفتیم. اما اگه این کارو نکردی و مربی در خور شأن پرسپولیس نیاوردی، مطمئن باش دودمان تو به هواداران پرسپولیس به باد خواهند رسید. شک نکن آقای درویش، یعنی زمین ورزش جایی نیستش که تو بخوای جولان بدی با کارهای بی سر و ته و مأمور افرادی باشی که این روزها معلومه که با مردم ایران دارن چی کار میکنن. دوستان خوبم، علاقمندان ورزش، بسیار ممنونم که با
ما رو همراهی کردی، راه های ارتباطی ما و شما رو دوست خوبم شهرین زیرنویس میکنم. لطفا نظر و پیشنهاد و انتقاد بگذارید، ما رو در یوتیوب سابسکرایب بفرمایید، در اینستاگرام فالو و در فیسبوک لایک. منتظر نظراتون هستین دوستان خوبم. بزرگواران، تنها راه ادامه حیات ما همین حمایت های شماست. هیچ چیزی به غیر از این واقعا میگم نمیتونه ما رو سر پا نگه داره. ممنون و متشکرم، ارادتمندم، شب و روزتون خوش.